بینندگان عزیز، سلام و درود بر شما. گالانت وزیر دفاع اسرائیل و فرمانده ارشد امریکایی در تل اویو گفت که ایران در حال شکستن رکورد هاست. اولین مورد که از زبان گالانت شنیده شده همین مسئله است. یعنی شکستن رکورد ها یعنی چی؟ یعنی که دیگه در او چارچوب ها شکست که ما شکست ناپذیر بودیم. یعنی یک معنایشی است. رئیس مرکز مطالعات در تل اویو گفته است ما توان جنگ با ایران نداریم. این مسائل است که از زبان نخبگان اسرائیل مطرح میشه، در شبکه های خبری شناور میشه و خیلی مهم است. وزارت خارجه ایران گفته است که ایران اسرائیل دیگه توان بازدارندگی ندارد. ایسی خب این بعد از اولین زلزله است، اولین زلزله که فقط 10 ساعت دوام کرد، اولین زلزله سنگین با که از حزب الله نازل شد. گالان گفته که حمله ایران میتونه بسیار بی سابقه باشه. حال حمله حزب الله یادشان رفته که منتظر حمله ایران هستند. او تشویش هیچ رفع نمیشه. و با ارتباط سفر جنرال چارلز براون رئیس ستاد ارتش امریکا، اینا یک مجمع تفکر استراتژیک برگزار کرده بودند در تل اویو، در زیر زمین، در سر زمین نه، در اونجا سرلشکر هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش هم بوده و دیگه مقامات امنیتی حاضر بوده. گالان خطاب به براون میگه که تجاوز ایران در حال شکستن رکورد هاست. به این ترتیب ما باید توانایی های مشترک فرامرزی خود در تمامی عرصه های جنگ چی بکنیم؟ ارتقا بدیم. دیگه چی ارتقا میدیم؟ در زرادخانه های امریکا کدام سلاح نمان که برای از اینا روان نکرده باشند. هیچ سلاح امریکایی دیگه در ذخایر امریکا نیست که برای از اینا نداده باشند. یعنی توانایی های مشترک فرامرزی چی است؟ مشترک فرامرزی که میگه یعنی که شما نمی نه نه ما را از ما دور نشین. یعنی در فرامر به اصطلاح عرصه فرامرزی از ما دور نشین باشه، نمیگه منظور چی است. آخرین تصریح چیست که اسرائیل و امریکا باید در هر زمان آماده باشند. تو آماده باش، امریکا را که خود تو کنار خود میکشه، دستش میگیری طرف میکشه، میگه تو با ما باش. در هر زمان ما باید آماده باشیم تا از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی نظامی جلوگیری که او دیگه کارا شد کال ای کار را میکن. ای تو به نظر میرسه که در کلی امریکا نمیشه پرزداله. همچنان یک اشاره داشت به سخنان بنگویر. گالان گفت که این آدم ببین ما کل جهان در غم هستیم. بنگویر وزیر امنیت داخلی از تخریب کوی هیکل یا مسجد الاقصی گپ میزنه. یک گپ بسیار خطرناک، غیر ضروری و غیر مسئولانه است. ما دا چی میگم ای چی میگم؟ سخنان و مواضع بنگویر و موجودیت اسرائیل و جایگاه بین‌المللی چه به خطر میندازه. براسی هم اینطور است. مگر یگانه کسی را که ما در بین نخبگان اسرائیل دیدم که اصلا سر مافیا و به اصطلاح اما دنیا و مافیا خبر نیست، کاملا مغزش مثلا حک شده در هزاران سال پیش، اینمی بنگویر است. اصلا واقعیت وجودی خود متوجه نیست که در کجا راه میره. سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا هم گفتی که حمله حزب الله به اسرائیل بسیار بزرگ بود این دفعه. به خاطر بزرگ بود که اکثریت موشک ها و پهپاد ها به هدف خورده. یادم گفته که بایدن به صورت لحظه به لحظه در جریان تحولات بین حزب الله و اسرائیل قرار گرفته. واشنگتن همچنان تجهیزاتی را به منطقه خاورمیانه آورده حفظ میکنه. بر از اینا
دلجمی میده. مستظهر میگرداند که شما رویتان نشکند، این سطح است. اما کاخ سفید همچنان بر گوش اسرائیل خواند که ایران کماکان آماده حمله به اسرائیل است. این وقتی که کاخ سفید یک گپ میزنه، اسرائیل و شب روز باید آماده باشه، احضارات درجه یک باشه، یک چشم به طرف آسمان باشه، یکیش به زمین. همینطور نیست؟ جان کربی این مسئله را گفت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید است، در نشست خبری، که شما متوجه باشید که تهدیدهای ایران کاهش نیافته. یک خبرنگار دیگه یک سوالی کرد، کربی گفت که مجبور هستیم فرض ایتر رو بگذاریم که ایران همچنان آماده حمله به اسرائیل است. خب حاجت جان کربی نیست، سرلشکر باقری رئیس ارتش ایران و وزیر دفاع ایران، او گفت که انتقام قطعی است و این انتقام به صورت مدبرانه طراحی شده و چگونگی و زمانش در دست ما است. مرحله اول تهاجم حزب الله سپری شده، حالی مرحله دوم شاید از آدرس حزب الله است یا از آدرس کجاست. یک جنگ بسیار سازماندهی شده ذهنی در جریان است. ایران گفته است که آقای سرلشکر باقری که گرفتار دام تحریکات رسانه‌ای ما نمیشه، که مثلا بگوین او ولی ایران ترسیده و چیز دروغ گفت، نرمش قهرمانانه کرد، از قبیل چیزایی که اصلا این دام تحریکات رسانه‌ای است. جنبش های مقاومتی، یعنی در این بار به نظر می رسد که اما هنگ عمل می کنند. جلساتی که اینا قبل از حجوم حزب الله به اسرائیل داشتن در عراق، در اونجا چیزا همه چیز کردینه شده به نظر می رسد. خب مؤسس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه تل‌آویو یک خانم است، صدایش کلیپ شدیدم، او میگفت که ما توان جنگ با ایران نداریم. چرا؟ میگه خب رهبری ایران بسیار حساب شده عمل میکنه و مهمترین چیز برای اسرائیل مسئله ایران است، که ما چی کار باید بکنیم، خب چی کار باید میکنیم. تنها اسرائیل تنها کاری که دستش پوره است ایست که پرواز میکنه، تیارات پیشرفته داره، میره یک جای کسی را ترور میکنه، یعنی بیشه یا ترور میکنه، بمباران میکنه، مثل غزه را که تبدیل به سیاه کرد، یعنی بیشه ازی چی کار کرده میتونه. یارون بوسکیلا یک سرهنگ ارتش اسرائیل است، گفته که واقعیت چیزی ساله که در حال حاضر غیر قابل تحمل است، این چیزی واقعیتی که ما در زندگی میکنیم. حزب الله با قدرت به ما حمله میکنه، خب اون حملش هم میبینه و ما نمیتونیم او رو شکست بدیم. این واقعیت، این چیز است. مگم چقدر جالب است امی جواب برای سخنگویان شبکه های فارسی زبان، که هر دقیقه که ما که میشنام میترم میگه طور نشان میتن که اسرائیل یک فیل است، حزب الله یک مگس است و ایران هم یک به اصطلاح یک حشره دست و پا شکسته. سرهنگان نخبگان اسرائیل در داخل اسرائیل چیز دیگه میگن که اصلا اینا نمیخوان او رو بشنون. جالب نیست؟ مثلا کارملا مناشه تحلیلگر نظامی شبکه کان گفت که اسرائیل هیچ استراتژی برای جنگ در شمال و مقابله با حزب الله ندارد. اگر می داشت کجاشت؟ او سال هاست و خاصتا در 10 ماه اخیر. چیز دیگه که اتفاق افتاده به صلاح واقعیتی که دو نور دستک اتو نمی خواهن به صلاح با یک چشم خدا می بندن، که یک چشم دنیا رو می بینن، که جبهی که در دریای سرخ باز شده
و اقتصاد جهانی و خاصتا اقتصاد حیاتی اسرائیل تهدید میکنه. دوباره با صحبت نمیکنم. در گزارش تازه میگه که ناو اروپایی در برابر قایقای کوچک یمنی فرار کرده. این عملیات حمله به نفتکش سونیون، نفتکش سونیون وقتی که حمله شده، ناو اروپایی که برای نجات این نفتکش آمده بود در دریای سرخ، وقتی که مقابل میشه با قایقای انتحاری، دفتن گریختن. و ائتلاف جهانی چی شد؟ کجاست ائتلاف جهانی؟ منابع لبنانی میگن که هواپیماهای اسرائیل یک موتر در منطقه سیدا در جنوب لبنان هدف قرار داده و او حتما یک از فرمانده ها آمده، که مثلا منابع عبری گفتن که یک از فرماندهان میدانی حزب الله بوده که هدف قرار گرفته، اما این حمله موفقیت آمیز نبوده. یعنی دست بالایی که اسرائیل داره در این چنین حملات داره، که البته اون با خب تکنولوژی ماهواره پیشرفته امریکاست عمل میکنه، برای از اینا میگه که اینجاز برو بزن. حزب الله لبنان یک ویدیو را نشر کرد که نشان میده پایگاه نظامی عین زیتیم اسرائیل مستقیم مورد حمله قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به حمله حزب الله که اخیراً انجام گرفت گفته است که حال وضعیت طوری است که هر اندازه ای که زمان سپری میشه به نفع اسرائیل و متحدان اسرائیل نیست. چرا؟ اسرائیل قدرت هجوم و بازدارندگی خوده از دست داده. مثل گذشته بیمه نمیتواند امنیت خوده، یعنی بازدارندگی وجود نداره. براستی کسی بازدارنده باشه 320 موشک و پهپاد سرش فرود میه؟ نه. وزیر خارجه قطر البته پیام آور امریکاست، با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیداری کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که به تهران سفر کرده با سید عباس عراقچی، پیام امریکایی را آوردن که چی باید شود در غزه، چی باید کرد، مدیریت حزب الله و مرحله حرف بر سر عزیز که حزب الله نباید به مرحله دوم تهاجم بره. کل حرفی نیست. یا ای که مثلا یک کاری شود که دفتا نگرایی برای غزه پیدا شود و در حالی است که مذاکرات شکست خورده است. آمدن وزیر خارجه قطر و تهران به این مناسب، او حامل پیشنهادات است. اگر ایر ما برای شما امتیازات را قائل شویم، شما ای کار میتونیم. اگر ای کار شما میتونیم، ما در بدلش ای کار میکنیم. یعنی برای تعامل آمده. بسیار مهم است سخنان سفر وزیر خارجه قطر و تهران، مهم است. سارید زهاوی یک افسر اطلاعاتی ارتش افسر پیشین ارتش اسرائیل است. ای سارید زهاوی میگه که چیزی که ما همیکنون با او روبرو هستیم یک نقشه کلان بزرگی است که آیت الله ها در ایران برای نابودی اسرائیل و ایجاد جبهات مختلف از چهار طرف اسرائیل به وجود آوردن. دیگه هیچ چیز، یعنی که حلقه معاصره نقشه سر میزشان است، عمل میکنن. چی یک دنمی کلمه کوتاه، جمله کوتاه، بسیار کابوس بزرگ شرح داده شده. وال استریت جورنال با نقل از مقام امریکایی گفت که تخمین دولت بایدن ای است که اسرائیل و حزب الله خب فعلا وارد یک جنگ بزرگ نمیشن. خب مقام امریکایی از چی میفهمه؟ به خاطر اینکه کدیران در مذاکره هستند.
یعنی وزیر خارجه قطر اونجا رفته و پیام‌ها در حال مبادله شدن است. رویترز گزارش کرد که مذاکرات آتش‌بس در قاهره به طور کامل به نتیجه پایان یافته. دو مقام مصری و قطریام که بودن اینا کاملا کار تمام. چرا؟ حماس رد کرد به دلیل از اینکه این مذاکرات ایرانی ها رد میکنند. میگه در صورتی که شما در حال برد بازی هستین، مذاکره چه فایده داره؟ به حدی قضیه پیش بروه تا تبدیل به مذاکرات به صورت تبدیل به یک رشته دادن امتیازات استراتژیک شود. به مخاطر مثلا حماس به مذاکره هیچ نیازی نداره قطعا. هر آن چیزی که در صورت عدم مذاکره بر سرش می آمد آمده، اما زنده مانده، زنده مانده بنام به مذاکره اونو نیازی نداره و این شکست و به صلاح از یک سو شکست خورده اسرائیل، از یک سو توان بازدارندگی خود در برابر حزب الله دست داده، ایران که به جایش. خوبی گزارش شده که آیت‌های حماس و اسرائیل هر کدام با بندهای از توافق که از طرف میانجیگری و ایران شده مخالفت کردند. ایران نمیپذیر و هم نمیپذیر. آیت حماس گفت که اسرائیل از تعهدات قبلی خود مبنی بر خروج از جاده فلادلفیا از باریکه مرزی رفح عقب نشینی کرده. قبلا گفته بود ما بیرون میشیم، حالا بیرون نمیشه. شروط اضافی دیگه را آورده. چرا؟ اگر اسرائیل در امینجا کوتاه یا رفح را رها بکنه و کل غزه را بسپاره به حماس، اسرائیل که به این چیزی که در کله خود از مغز خود تعریف کرده از خود دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی اگر بیرون هم نشه دیگه اسرائیل با تعریف سابقه موجودیت عینی نمیتونه داشته باشه، چرا همیشه زیر تهدید. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته است که حزب الله خب سعید از توانمندی های برخوردار است و ما وظیفه ما ایست که ماموریت های تازه و تازه را علیه اینها انجام بدیم. حمله حمله خواهر روز است دیگه چی؟ خب اینا میگه که برای ادامه ضربه زدن به حزب الله و از بین بردن فرماندهانشان مصمم هستیم. ها یعنی تک به اصطلاح هدفگیری افراد، ایره بکش، او را بکش، او را بکش. بعد از او یعنی او خود واقعیت زمینه خود تغییر نمیده. مثلا او ترورا کارگر بود، 320 راکت و موشک و پهپاد چطور به اسرائیل پرتاب شد؟ یعنی خود یک چتر حفاظتی خونه میشه. نیویورک تایمز گفته است که بعد از حمله 7 اکتبر سرویس کشفی ارتش و سرویس اطلاعات داخلی یک واحد ویژه را تأسیس کرده بودن که مأموریت چیز که ما چطور یحیی صنعا را مکانش مخفیگاهش را پیدا بکنیم، چطور بریم و ترور بکنیم. یادم کسایی را که در لبنان ترور کردن و کلش از طریق موبایل هایشان کار شده. رهبران حماس خاصتا رهبران دست اول اصلا از هیچ وسیله که فریکانسش کشف کنن و به اصطلاح موج یابی بکنن وجود نداره. به می خاطر تمامی تلاش های اینا و ناکامی انجام میده است. خب سرویس ویژه که درست کردن در مقر شاباک که یحیی صنعا، یعنی یحیی صنعا شاید در چند کیلومتری شان است. حادثه امنیتی در برای نیروهای اسرائیلی در النصیرات اتفاق افتاده در اردوگاه. منابع عبری زبان از یک حادثه بسیار بد گفتند. جزئیات تا وقت داده نشده. سانسور ارتش بسیار شدید است و مخاطر هیچ یک از شاهدان
عینی و خبرنگاران از اوش از حادثه و دامی که در اردوگاه النصیرات گذاشته شده بود برای ارتش اسرائیل تا حال جزئیات ندادند. ارتش هم اکنون در پی این حادثه در به اصطلاح شب که بود تمام آسمان اردوگاه النصیرات روشن کرده بودند و محور نتسارین که در داخل خاک اسرائیل است در اونجا حادثه شده و جزئیاتش تا ساعت بعد خواهد آمد. رسانه های اسرائیل خب برای هر کدامش از وضعیت یک اطلاعات را میدن. رسانه ها میگن که اسرائیل هیچ اطلاعات دقیقی از نقشه، بانک اهداف و زمانبندی حمله حزب الله به مناطقی که حمله کرد نداشتند. این اسرائیل قطعا نمیفهمید که حزب الله تا کجا حمله خواهد کرد. جالب نیست؟ بن گویر در چیز هم چیزی که گفتیم اینا میگن که ما یک کنیسه میسازیم مسجد الاقصی رو نابود میکنیم. یعنی کاملا یک آدم تخیلی سگه در جاده های تلوی و کرانه باختری و اونجا را میره، اما کاملا در یک جای دیگه زندگی میکنه. پیشتر ما مثلا سخنان انتقاد آمیز گالانت علیه یه آدم برای شما نقل کرده، گفته که ما در کل جهان در جنگ هستیم، میریم چی میگه. و آخرین خبری است که در جنگ ها و دم های جنگ از طرف لبنان 619 نفر کشته شده است و در این مدت که اسرائیل بسیار حملات انجام داده بسیار زیاد در جنوب لبنان 24 هزار خانه ویران شده است. تا بعد.